جلو چشم باشه که زمان رو بدونم. فیلم و ویدیوهاش طولانی میشه، خسته کننده میشه. خب دوستان، باز تاکید میکنم، ببینید اول هر ویدیو دارم تاکید میکنم، برید حتما یک دوره به بحثهای سورس کد منیجر ها یا SCM ها دقت کنید. SCM ها مهم، منظور اگر شما بخواید به صورت تیمی کار کنید، پیش زمینه کار کردن تیمی SCM هست. بیشتر شرکت ها خب گیت و گیت هاب هستن، این کار با گیت و گیت هاب یا گیت رب و کار، اینا آموزشاش رو من همش رو رایگان گذاشتم برای دوستان، برید نگاه کنید اینا رو، ببینید نحوه کار کردن، نصب و راه اندازی، ببینید سرور های محلی گیت و کار کردن با گیت. خب بعضی شرکت ها هم تیم فاندیشن ها هستن و برید ویدیوهای کار با تیم فاندیشن. ما دو نوع گفتم سورس کد منیجر داریم، یکی گیت و گیت هابه، یکی هم تیم فاندیشن ها آژور مایکروسافت هستش. این آژور مایکروسافت، تیم فاندیشن مایکروسافتی هن. این گیت و گیت هاب اوپن سورس هستن و معمولا گیت هاب گیت رب هم که شبیه گیت هابه، در حقیقت روی سرور های لوکال نصب میشه و به صورت لوکال میتونید از سایت بیتامینا دانلود کنید و ازش استفاده کنید. خب بریم به ادامه آموزشمون. کنترل چی رو ساختیم؟ ایندکسمون رو ساختیم، اومدیم کنترل ایندکسمون رو چیکار کردیم؟ گذاشتیم رو صفحه. الان خب بریم بقیه کارامون انجام بدیم. میخوام این دفعه چی رو بنویسم؟ این کریت رو بنویسم. ببینید بیایم این قسمت فرم کریتمون رو انجام بدیم که وقتی روش کلیک کرد این فرم کریت برامون چیه؟ باز بشه. خب بریم قسمت کریتمون کار کنیم و کریتو برای خودمون طراحی کنیم. در قسمت خب کریت میدونید دیگه، در اگه ما دو نوع قسمت تو کریت ها داریم، یه عملیات گت انجام میشه که این اکشن ریزالت گت کریت اینو فراخوانی میکنه و بعد که فرم کریت تو مبارا و در ادامه میگه قسمت چی رو میاره برامون. اگر یادتون باشه میاد قسمت چیز رو برامون میاره، قسمت پست کریت رو برامون میاره. خب بذار بریم قسمت، من الان کریت رو براتون انجام میدیم و تنظیمات گزینه کریت رو با هم کار میخواهیم کرد تو این آموزش، که چطوری یه فور یه رکوردی رو درج کنیم، یه رکوردی رو بهش چیکار کنیم، اضافه کنیم و اطلاعات روی بحث های کریت اینا داشته باشیم. خب برای کریت انجام بدیم، خب باید بیام چیکار کنیم روی این اد ویومون نگاه کنید. میام تو قسمت کریتمون، خب روش راست کلیک میکنیم دوستان، یه گزینه اد ویو میزنیم، میگه کریت بساز، میگه روی چی؟ میگم بی کریت بساز، دکل نمیذارید روی تمپلیت شروع کریت و اینجا میگه مدل کلاس هم چی باشه. این مدل کلاس رو یادتون باشه، میذارید روی دیتیل کلاس میذارید ویو. دیگه این کلاس ویو مدل هایی که می ساختیم داریم اینجا استفاده میکنیم. یه اد میزنیم که اینو برامون چیکار کنه؟ بسازه. یه مقدار به اسکافولد اجازه میدیم که اینو برامون چیکار کنه؟ ایجاد کنه. منتظر میشیم که این بیاد این اسکافولد این کار رو برامون چیکار کنه؟ انجام بده. خب ببینید داره ساخت و داره این قسمت رو برامون چیکار میکنه؟ میاره. خب بریم یه تست بگیریم پروژه رو، بریم یه بریک پوینت بذارم که بفهمیدن چه اتفاقی داریم. الان من وقتی روی دقت کنید میام توی ایندکسم کلیک میکنم، میاد تو کنترل کارامون و در حقیقت میاد چی رو اجرا میکنه؟ اینو اکشن میفرسته رو این و ریتر میکنه، میاد تو قسمت این کریتی که برامون چیکار کرد. اینجا نگاه کنید، یه دونه اومد برامون توی کارا یه دونه صفحه چی درست کرد، کریت و ساخته، میاد درست ویو ماده رو میفرسته و اینجا وای میسه. نگاه کنید در این شارپر من هستش، رای سنسش هم میگم اوکی مشکلی نیست، به صورت فعلا ویت کار کن. اومد بالا، نگاه رو کارا کلیک میکنم. وقتی رو کارا کلیک کردم کمی سب کنم از ایتابیس در اطلاعات رو واکش میکنم، میاره گزین کریتو که بزنم. ببینید الان اومد روی کجا، نگاه کنید اومد روی کارا، اکشن چی رو اجرا کرد برامون؟ کریتو انجام داد. اینو که ریتر میکنم F10 بزنم، میاد ببینید اومد کریت سی اچ تی ام ال که یه صفحه رزوره، اینو چیکار کرد برامون؟ آورد و نتیجه رو داره، یه فرمی به این شکل برامون باز میشه. خب یه سری تغییرات کوچیک رو گرافی میخواید با هم بدیم. خب اینو بنویسیم و بعد درج اطلاعات
صبر کنیم یه کمی من روی اینا چیه کار کنیم با هم. خب اینجا نوشته create. خب یه دونه تگ من اینجا و h1 بذاریم که یه مقدار بیاد خط اینجا باشه. تو اینجا دیترویو بنویسیم درجه. یه کمی کار میکنم که کار کردن باشه یاد بگیریم. خب این پود بوتستراپی ما هستش. دوستانی که روی بوتستراپی اینا مشکل داشته باشن بگن تو دو تا دوره من هم تو طراحی صفحات وبمون اینا رو کاملا توی آپارات آموزش دادم، همش هست، میتونید الان استفاده کنید. من میذارم روی هش یه مقدار این چی بشه بزرگتر بشه. و همچنین کلیدی که اینجا داشتیم نگاه کنید، اینجا کلیدی داشتیم نوشته اکشن چی ما هستش. خب این از این. بعد اینجا هم بیام به این کلید برگشتمون یه مقدار CSS بهش بدیم دیگه، میگیم کلاس کن اول از نوع BTN بابایت BTN باشه، بعد کلاس BTN بهش چی رو بدیم؟ سکندری رو بدیم چون کلید بکاب سکندری باشه بهتره. و نگاه کنید الان، خب الان ببین من اگر همین قسمت هستم اینو بهتون بگم، تو یو آی میخوام یه تغییرات جزئی ایجاد کنم. پروژه رو الان گرفتم، بذار بیاد اینو دارم یه کمی گیافش امروز کار کنیم که کار کردن با بوتستراپینم با چیز یه مقدار دستتون بیاد. نگاه کنید، خب کریت نیو رو که میزنم روی پروژه الان میاد این فرممون رو میاره. خب من بریک پوینت ها رو بردارم که اذیتمون نکنه، اصلا ببینید چه شکلی داره اکشن ها کار میکنه. ببینید این کریت رو گذاشتم. خب اگر بخوام کریت بزرگ بشه و بیاد تا اینجا پر بشه، خب یادم ما دو نوع CSS داریم، CSS اینلاین داریم و CSS بلاک داریم. اگر من به این بیام CSS بلاک بدم، ببینید توی کریتمون بیام به این کریدمون که اینجا داریم، خب اینم که BTN پرایمری هستش، بذار اینم عوض کنیم بکنیم BTN ساکسس که رنگش قشنگ بشه، BTN ساکسس باشه. اگر به این بدم BTN دادتون باشه براک میاد، براک میشه و کورون قسمت MD8 رو پر میکنه. ببینید انجام بیام یه BTN براک بدم. خب با آروم آروم شما رو با نحوه کار کردن با بوتستراپ و اینا هم توی برنامه چیه آشنا کنم. خب BTN براک میکنم. خب الان نگاه کنید دیگه لازم نیست شما دوباره پروژه رو استوب کنید و ریفرش کنید. اگر بیاید اینجا این گزینه اینیبل بروزرینگ که تون فعال باشه، این اگر این گزینه فعال باشه یه گزینه بغل این قرمز رنگ اضافه شده براتون. یه جلسه هم اینو کامل توضیح دادم این حالت، اگر بعد دوستان برید آموزش رو نگاه کنید، گفتم این گزینه اینیبل بروزرینگ رو یه بار توضیح دادم بهتون. دیگه لازم نیست تو یو آی اگر تغییراتی دادید، یعنی قسمت چیزی نیست که سی اس اس ساده اضافه شده، دیگه لازم پروژه استاپ کنید دوباره کامپایل بگی زمان ببر، همین استارت رو بزنید نگاه کنید فقط این قسمت از کد که تغییر کرده دیباگ میشه. ببینید و سریع کدتون چیه بالا میاد. این کارا میتونید انجام بدید و فقط این قسمت از پروژه چیه سریع کامپایل میشه میاد بالا. نگاه کنید الان من کریت رو بزنم و بریم تو قسمت کریت، نمیدونم کریت همون بزرگ شد و اومد چیه کل سفر رو چیکار کرد برامو پوشش داد. خب این هم از نحوه کار کردن با کریت. خواستم با گیاف هاش رو ببینید آروم آروموش کار میکنم قشنگ ترش هم میکنم. خب اینجا کریتی داریم، بذار اینم فارسی کنیم. نوشته که اینجا خب اچیه که کارا، خب اینم بنویسیم اضافه کردم. خب مثلا همین هم اضافه کردن میکنیم و بعد خب این هم که کلیدمون بود BTN براکش کردیم و اینا. فکر کنم اینو ما برداریم یه لحظه، یه بار من راه بگیرم اونجا. یه تستش کنم ببینم قسمت یه مقدار ناجور دیده شد. خب کریتمون ایجاد و بک توریستمونه. در این اگه اینطوری اذیت میکنه نمیاد، اینه که این دایو ما اینجا چیه بهش باید یه دونه از این دایو کلاس ها بدیم. اگر از اینا بدم فکر کنم مشکل این
کلاسمون نگاه کنید، این دایره یک کلاسه، پایین بیایم این یه گوه، این گوه کجا بسته شده؟ اینجا بسته شده. اگر گوه بعدی داره از اینجا شروع میشه، بذارید یه کلاس MD بدم. فکر کنم مشکل این کلید سکندری ما چی میشه؟ یه گوه پایینی میشه دیگه این. بذارید اینم درستش کنیم که بد دیده نشه. این بلاکش نکردیم، بیایم اینو بزنیم BTM بلاک، یه سیوش کنیم. خب یه بار استارت کنیم پروژه را. یه مقدار نسبت به حالت که اگه با این حالت بریم چرا چیه؟ سریع تر انجام میشه کارا. کریتو آه درست شد دیگه کن. خواستم که این اندازه تقریبا بشه، یه رو هم میدادیم بهتر بود. خب کاری با بیشتر باش ندارم، خواستم با یه مقدار با CSS کار کردن هم چیه براتون جا بیفته. خب الان ببینید کلاس ایندکس رو ساختیم، الان وقتی کریتو میزنیم اطلاعات رو چیکار میکنه؟ در حقیقت اطلاعات رو برمیگردونه واسه صفحه این سیو ما دیگه، یعنی برمیگردونه روی این اکشن پست کریت. بگیم الان اکشن پست کریت رو با هم چیکار کنیم؟ برنامه نویسی هاش انجام بدیم با هم. خب بذارید ببینید الان بریم قسمت گفتیم اضافه کردن کارا کنترل. میام تو قسمت کارا کنترل، این کریتو که نوشتیم میخوام پست انجام بدیم. خب یه نکته ببین، الان داره آیفون کارکشن دریافت میکنه. نه ما دیتیل ویو مدل رو چرا طراحی کردیم؟ اطلاعاتی که داره از روی فرم برای ما میاد از نوع چی هستن؟ این ویو مدل دیتیل ما هستن. مینویسم دیتیل کارا ویو مدل و اسمشو میذارم چی؟ یه دونه مدل مینویسم. اطلاعاتی که داره واسه ما پست میشه از صفحه میاد، بسه یه دیتیل کارا ویو مدل هستش. اینو میگیرم. بعد که اینو گرفتم، اول باید چک کنیم که آقا این وریدیشن ها رو صفحه داره انجام میشه یا نه. اگر خطایی داد چیه؟ بهش بگیم که مدل استیتد مشکلی داره، برگردونه. میگیم آقا ایف چکار کن؟ اینا رو همش قبلا خوندیم دیگه. ببینیم مدل استیتمون اگر چی باشه؟ ایز ورید باشه. ایز ورید باشه که مشکلی نیست، اما اگر ایز ورید نباشد دیگه نباید بذاریم ادامه بده. باید مدل استیت، یعنی وریدیشن درست انجام نشده باشه، باید برگردیم به حالت چی؟ خود فرممون. بنویسیم آقا برگردم روی ویو چی رو؟ همین مدل خودمون رو برگردم روی ویو. این که هست. خب اینجا چک کردیم اگر مدل استیت مشکلی داره دیگه کار ادامه نداره، برگردونه چیه؟ روی فرم خودمون. ببین منظورم اینه، نگاه کنیم. اینجا من اینجا یه بیاری اینو برام. خب نگاه کنه، میگم روی کارا، میگم روی کریت نیو، به این صفحه همون آورد. مثلا اگر من گفتم نگاه کنید، یه چیزی رو اشتباه کرد، ما یک چیزی رو اشتباه کردیم. ما در اضافه کردن کارا خب اومده بودیم یه دونه چیکار کرده بودیم؟ اگر یادتون باشه ما خب اینجا نگاه کنید توی دیتا ویو مدلمون، بذارید ما این قسمت رو نگاه کنید، ما اینجا یه اشتباهی کردیم. بذار من اینو پاک کنم، دقیقش هم بهتون میگم. این کریتو پاک میکنم، چیزی نیست، یه دو دقیقه درستش میکنم. خب من کریتو پاک میکنم. مشکل این بود که من اومدم یه دیتیل ویو مدل کریتو زدم، در حالی که ما اومده بودیم اگر یادتون باشه توی قسمت خوب شد، خب دیدید اینم بهتر شد که ببین. نگاه کنیم ما تو قسمت مدلامون
اگر یادتون باشه تو کارا ویو مادر ما دو تا ویو مادر داریم، یک کریت ویو مادر داشتیم. خب اینو واسه این ساخته بودم من، چرا؟ چون آیدی رو نداشت. یعنی یه دفعه من دیدم آیدی رو روی فرم ویو مادر داره، بخاطر همین متوجه شدم که اینجا چیه اشتباهی رخ داده. نگاه کنید، من وقتی می اومدم توی کنترل کارا میگفتم که آقا اینجا کریت رو برام بساز، دوستان دقت کنید اینجا اشتباه کوچیکی شده بود. اینجا که کریت رو زدم دیگه اینجا دیتیل ویو مادر رو انتخاب نمیکردم، باید کریت کارا ویو مادر انتخاب کنم. دقیقش هم که این دیگه کد آیدی ما، نگاه کنیم بهتون بگم ما چرا کریت رو جداگانه ساختیم. برای اینکه اگه دقت کنید، بذار اینو بساز اسکفولدش رو بهتون توضیح بدم. روی کوریات موضوع فرقی نمی کنه. ببینید نکتش اینه که اگر اینجا رو نگاه کنید تو کارامون، توی دیتا توی کارا نگاه کنیم، این فیلد کارا آیدی ما چی هستش؟ کلید اصلی هستش. این کلید اصلی وقتی این کدش میشه کلید اصلی، دیگه این اوتو اینکریمنتاره. نگاه کنید اگر شما برید رو پروژهتون، من اگر اونجا دوتا ویو مادر گذاشته بودم، اصلی ترین هدفم همین بود. اگر برید رو کارا نگاه کنید، F4 بزنید رو این، نگاه کنید آیدنتیتی داره اینجا. این وقتی آیدنتیتی داره، دیگه نباید ما کد و مشتری رو از کاربر بگیریم. کد کارا رو، کد کارا خود سیستم جنریت میکنه. به خاطر اگر من ویو مادر دیتیل رو انتخاب میکردم، اگر دیدی کارا رو آورده بود کد کارا رو بالا، این اشتباه میشد. خب اینم که از زدیم آورد، نگاه کن اگر من اگر اینو ران کنم دیگه این کد کارا رو اینجا چیه نداریم. ببینید نبا کد کارا رو از کاربر بگیره. من این ویو مادر ها رو هم می ساختم، کلا هدفم همین بود که دوتا ویو مادر جداگانه ساخته بودم. ببینید کریت هم بزنم درست شد. نگاه کنید، و یه کارا رو داریم، یه کارا پرایس رو داریم. ما دیگه کد کارا رو اینجا نداریم. اگه دیدید من اشتباه زده بودم، یه دیتیل ویو کارا مدل زده بودم که اینجا چیه کارا آیدی هم میخواست. خب خواستم اونم ببینید. باور کنید برنامه نویسی ریل همزمان با اینکه ریل بنویسی و توضیح بدی یه مقدار سخته. بعضی وقتا خب یادت میره یه سری کارا و عمدن هم میخوام این خطا رو ببینید. یعنی تو این نیست ببینید که میشه از این اتفاق. خب یه دقیقه دم دوباره چیکارش میکنه میسازه. خب اینجا که ما بیایم اینا رو سریع درست کنیم، این میشه درج، این میشه درج. خب یکیشو میخواد درج کارینا به خاطر بحث سئو اینطوری گذاشتی، یه اچ 1 میذاره بعد یک 4 میذاره. اینا رو دقت کنید بهش. خب این درجه کارا هستش و گفتیم بیایم اینجا یه مقدار روی این اینا یه مقدار کار کنیم، اینو بزنیم ساکسس و بعد بینم یه کلاس بدیم مثل کلید بکش یه مقدار خوشگل تردیده بشه. خب اینم سکندریش کنیم و فقط. خب کریت آوردیم، سفر رو زدیم، گزینه کریت آورد. خب نگاه کنید، گفتم که من این مدل استیت رو گذاشته بودم که مدام اون نشون بدم، دیدم این آیدی رو اضافه گذاشتم و برگشتم. خب اگر دقت کنید ما اونجا مونده بودیم که مدل استیتمون رو می‌خواستیم چک کنیم. نگاه کنید منظورم اینه، اگر من یه رکورد الان کارا، اگر دقت کنید توی بحث بریم تو ویو مادرش، نگاه کنید من تو کریت ویو مادر این کارا نیم چه ریکوایره. اگه ندم باید مدل استیت بهم وارنینگ بده. نگاه کنید الان اگر من بیام کریت رو بزنم و اینجا قیمت رو بزنم مثلا، اما کارا نیم رو نزنم، کریت رو بزنم ببین چی میگه بهم. میگه آقا این کارا نیم چی هستش، درست نیست، باید واردش کنید. یا چطوری داره میگه واردیت میکنه؟ به خاطر این مدل استیتی که گذاشتیم اونجا که داره چک میکنه و ریترنش میزنه. خب اینم بیایم اینجا توی قسمت کارا کنترلمون و بقیه کدامون رو چکار کنیم بنویسیم. خب چک کردیم که مدل استیت ورید هستش یا نه. خب بقیهش هم که تو مثال قبل هم کار کردیم. خب مطمئن باشین اول باید چکار کنیم. الان نکته مهم اینه که اطلاعات روی چی الان؟ روی مدل ویوی کریته. باید اطلاعات از ویو مدل کریت بگیریم. خب که کجاست؟ داریم میفرسته توی این. اینم باید دوستان create view مادر کنیم. این چون اطلاعات ما داره با چی میاد الان create اسمش رو تنبل مزید چون اینو پاس کردیم و اطلاعات رو داریم با این دریافت میکنیم. میگه ما create
این ویو مدل یه مدله، این مدل الان باید بگیریم از کاربر و مپش کنیم روی چیه؟ کارهای خودمون. نگاه کن این شکلی، نگاه کنین، می نویسم کارا مساویه یه مپرمونو که بود میارم، داد میگم چیکار کن؟ مپ کن. خب روی چی؟ میگم مپش کن روی کارهای خودمون. خب چی رو؟ خب چی رو بهش مپ کنم؟ مدلی که داره میاد. ببینید این مپه چیکار میکنه؟ گفتیم فید به فید نه جایگزین میکنه، میگه از ویوی، دقت کنید، از ویوی مادر کریت اطلاعات رو بگی که کریت توی مادر خب به این فرستاده تو مادر. اینجا هم دقت کنید، من اینو که میخواستم بسازم این دفعه از نوع چی ساختم؟ نگاه کنید، اگر برم روی کارایت اینجا نگاه کنید، دارم از نوع کریت کارا ویو مادر ساختم اینو. میگه اینو بگی مدل رو و مپش کن روی کارهای ما که من بتونم با کارا چیکار کنم؟ کار کنم. خب اینو گرفت. بعد که گرفت باید چیکار کنه؟ بیا سیوش انجام بده دیگه. میگم ور کن. خب بذار نتیجه هم بگیریم توی ای ساکسس بریزیم. همیشه امرای اینو چیکار میکنه؟ مشکل دارم. ساکسس اگر درست نوشته باشم ای ساک سس مثل همیشه این دفعه درست نوشتم ای ساکسس خب درست نوشتمش خب ای ساکسس چی بشه؟ این underline report داد چی بشه؟ create بشه دیگه. قبلا create رو چیکار کردیم؟ ایجاد کردیم. چی رو بهش پاس بده؟ مدل رو بهش پاس بده و میده به ریپوزیتوری. ریپوزیتوری هم چیکار میکنه؟ درجش میکنه. خب مدل رو نمیدیم، این کارا رو میدیم چون کستش کردیم دیگه، آوردیم مپش کردیم به این کارا و کارا رو بهش پاس میدیم. خب الان باید چک کنیم ببینیم ایف، یه ایف تپ کنیم، میگیم که آقا ایز اگر ساکسس بود خب که مشکلی نیست، اما اگر ایز ساکسسمون مشکلی داشت باید چیکار کنه؟ خطا رو برگردونه توی مدل استیت بهمون نشون بده. میگه مدل استیت داد و مدل استیت اگر بریم نگاه کنید اد مدل ارور داشت. اینجا نگاه کنید توی کریت همون بالا رو نگاه کنید، اینها ما اینجا اینا تو وریدیشن سامری که اینجا داریم میاد این پیغام مدل اونری رو میبینی اینجا نوشته، این میاد اون پیغام خطای ما رو تین قسمت به کار رو چکار میکنه نشون میده. بس میگم اگر مدل استیت اد مدل اروری برامون داشت بیا چکار کن این پیغام و خطا رو برامون، تایتلش چیه مهم نیست، و بیا اینو برامون بگو که در ثبت اطلاعات مشکلی به وجود آمده است. خب و بعدا یاد میدم به اینا کد بدید، کد خطا اینا ایرور هندل کنید، همشو قابل انجامه، و اگر خطایی دار باید چی بشه؟ ریترن بشه به طرف کاربر چیه ما؟ این ویو مدل ما، این ویوی ما چی بشه؟ دوباره برگشت داده بشه به طرف کاربر. خب اگر ساکسس شد و که مشکلی نداشت دوباره بیاد ریترن بشه به سر به ایندکس، به اکشن ایندکس ما. خب بیایم یه چبات چکش کنیم. به خودم عمدن دارم دیتیل وای میگم توش، کد خودم می نویسم. اگر میبینیم به صورت اسینکرونس یا به صورت غیر همزمانم هم نمی نویسم، نمیخوام پیچیدگیش بره بالا. خودتون اگه خواستید تو آینده تو ویدیوهای قبل بهتون یاد، یه await async فقط بهش اضافه میشه. من بخاطر که اینجا پیچیدگیش بره نره بالا دیگه به این کارا انجام نمیدم. ببینیم میام تو کارا، میگم تو قسمت create new کارا، میگه کارا نیم میزنم کار یک و کد کارا کارا پرایس هم میزنم 100 تومن. create رو میزنم، ببینیم از مدل استیت رو چک میکنه، مشکلی نیست. بله کارامون چی شد؟ اضافه شد. خب بیایم یه کارای دیگه عمد کنیم، کار دو بیدم بزنم 200 تومن. create یادمون رفت تا btm بلاکش کنیم. create اینم بزنیم کاسو، اینم چند بزنیم مثلا 300 ساعت. ببینید چرا سرعتش هم زیاده، سریع کد رو اضافه کرد و آورد بالا. خب رسیدیم، بس درجه اینا رو هم اضافه کردیم. بذار من یادم نرفتین یه مقدار خوشگلیش هم درست کنیم که آروم آروم رو با کار کردن با این هم چیه یاد بگیرید. btn کو درجه کارا کلید ساکسسمون
خب و اینم بنویسیم btn دشت بلاک بشه. خب اینم بیاد کام btn دشت بلاک بشه. خب سیوش میکنیم و تمام. خب کریت رو نوشتیم. دقت کنید من تو کریت فقط یه لحظه موقعی که داشتم ویو رو میساختم اشتباه کردم، زدم رو از روی دیتیل کارا ویو ساخت. نه ما اگر یادتون باشه جلسه قبل من خودم اومده بودم عمدن برای که شما یاد بگیرید این دیتیل ویو ها به چه دردی میخوره، دو تا دیتیل ویو ساخته بودم، دو تا ویو مدل ساخته بودم، یکی واسه نمایش اطلاعات ساخته بودم، یکی واسه کریت ساخته بودم. چرا نه جداگانه ساخته بودم؟ چون کریت آیدی نداره. ببین این آیدی داره، این آیدی نداره. اونایی که اوتو اینکریمنتال هستن نباید به کاربرنشون داده بشن. به خاطر من اینجا چون نمیخواستم آیدی رو به کاربرنشون بدم چیکار کردم؟ اینو ساختم. اگر خاصی از دیتیل ویو هم استفاده میکردید مشکلی نبود، میتونستید با این استفاده کنید. فقط میمدید باید آیدی رو چیکار میکردید؟ ریدونگش میکردید. یه مثال هم الان جلوتر حتما یادم باشه براتون الان نحوی ریدونگی کردن اینا رو هم بهتون بگم. اما خواستم ببینید ما تو این جلسه اومدیم یاد گرفتیم که چطوری از طریق اولم ویو مادر کارا بیایم بدون آیدی کد اطلاعات رو بفرستیم توی ویو، اطلاعات از ویو بگیریم بدیم به ریپوزیتوری چکش کنیم سیوش کنیم. خب و نحوه استفاده از مپر هم بهتون یاد دادم که چطوری یه ویو مادری که داره از نوع کریت میاد اینو بگیرید، اینو مپ کنید روی یه کارایی و اینو درج کنید. هدفم هم اینه که با مپر ایدم چی آروم آروم کار کردن با مپر رو چکار کنید یاد بگیرید. خب در ویدیو بعدی میریم بحث چی انجام بدیم، بحث ادیتمون انجام بدیم و مرحله به مرحله بریم جلوتر.